سلام و درود به بیوگرافی خوش اومدین. امروز توی این ویدیو با هم می‌بینیم که چطور مردی به اسم هیوهفنر از دل آمریکای مذهبی و محافظه دهه چهل بیرون اومد و موفق شد که یکی از بحث برانگیزترین برندهای جهان رو خلق کنه. اینکه اون چطور تونست از فقر به اوج ثروت و شهرت برسه و چطور انگار در آنی همه چیز روی سرش خراب شد. در قلب یکی از محله های خیلی معمولی شیکاگو پسر جوانی که توی خانواده به مذهبی به دنیا آمده بود برای خودش یه کار نیمه وقت توی سالن سینمای محلی گرفت و این آغاز عجیب و شگفتانگیز سرنوشت اون بود. هیو جوون جوان با خاموش شدن چراغای سالن برای خودش ای متفاوت از همه آدمای اطرافش تصور میکرد. توی همون سالن عاشق یه دختری به اسم بتی شد. اما بیتی در عوض هیو دوست صمیمی شو انتخاب کرد و این شکست اثر خیلی بزرگی روش گذاشت. اون به کالج رفت و تصمیم گرفت تا از خودش یه مرد کاملا جدید بسازه، مردی که دیگه هیچ زنی بهش ننگه. اما خب چطور باید این کارو میکرد؟ خیلی طول نکشید که راهنمایی رو که لازم داشت در مجله اسکوایر پیدا کرد. در اون زمان اسکوایر تنها مجله با کلاس مناسب مردان بود. مجله ها، برای فعالیت های مثل شکار و ماهیگیری و از این دست فعالیت ها بودن اما اسکوایر توجهش به علایق و نیازهای مردان شهری تحصیل کرده بود. برای هیو اسکوایر کلیدی برای وارد شدن به دنیای مخفی بود که قبلا اصلا از وجودش خبر نداشت. توی کالج اون با میلی ویلیام آشنا شد و همزمان شروع کرد به کار کردن داوطلبانه در نشریه کالج و اینجا بود که با یه مقاله خیلی مهم و جدید روبرو شد. دانشمندی به اسم آلفرد کینزی مطالعه رو انجام داده بود و به تازگی نتایج اون منتشر شده بود. در این مطالعه تجربیات جنسی که مردم عموما دربارش صحبت نمیکردند بررسی شده بود و به طور خلاصه نشون میداد که در واقع کلی اتفاق داره زیر پوست جامعه آمریکایی که در اون زمان در ظاهر به شدت مذهبی و سنتی بود میافته فقط کسی ازشون صحبت نمیکنه. نتیجه تحقیقات کینزی انقدر شوکه کننده بود که توجه خیلی زیادی بهش شد و البته که روی ذهن جوان هفنرم اثر گذاشت. اون از دو چیز به شدت بدش می اومد. و البته تمایل مردم به چشم گوش بسته همرنگ جماعت شدن. این یکسانسازی جامعه توی دهه چهل و پنجای آمریکا خیلی جدی بود انگار که همه مردم دقیقا داشتن یه سناریو رو زندگی میکردن و از همه هم خیلی جدی انتظار میرفت که حتما این کار رو انجام بدن تو میری مدرسه اگر با هوش باشی بعدش میری کالج ازدواج میکنی بچه دار میشی میری سر بهترین کاری که گیر آوردی و بچه هاتو بزرگ میکنی و از خانوادت مراقبت میکنی و جالبه با وجودی که هیو ذات سرکشی داشت بازم با همین سناریو جلو رفت و توی تابستون 49 با میلی ازدواج کرد کمی بعد اون شغل رویاهاشو به دست آورد و توی مجله اسکوایر مشغول به کار شد. اما خیلی زود متوجه شد که اشتباه میکرده. اسکوایر در طول سالهای اخیر تغییر کرده بود و محافظ کارتر شده بود. اسکوایر حالا فقط سایه ای از گذشته زیبا و سرکش خودش بود. پس ی اونجا رو ترک کرد و تصمیم گرفت تا مسیر خودش رو بسازه و مجله خودش رو چاپ کنه. مجله برای مردان جوان. اون به این نتیجه رسید که فقط با 6000 دلار میتونه کارش رو شروع کنه. اون به سختی چند تا سرمایه گذار پیدا کرد اما بازم به 6000 دلار نرسید. دست آخر با کمک مالی مادر به شدت مذهبیش و البته فروختن از با خونه به هدفش رسید. یو همراه دو نفر از دوستاش شروع کردن به کار کردن روی اولین شماره از مجله. اونا میخواستن روی جلد عکس کسی رو چاپ کنن که هیچ مردی نتونه در برابرش مقاومت کنه و خب این اصلا کار ساده ای نبود و اینجا بود که شانس باور نکردنی به اون رو کرد در اون زمان مریلین زن رویایی همه مردای دنیا بود اون الهه بیرقی به هالیوود بود اما مریلین قبل از به شهرت رسیدن فقط نورماجین بود یه زن جوان معمولی فقیر که یه روز برای اینکه بتونه هزینه های اولیه ی زندگیشو تأمین کنه قبول کرده بود تا برای یک کمپانی تقویم عکس نود بگیره. کمپانی این ها رو منتشر نکرده بود بعدم که مرلین معروف شد دیگه کاملا فراموشش کرده بودن. اما هیو هفنر موفق شد اکس ها رو به دست بیاره و حق کامل انتشارشون رو هم خرید. همه این ماجراها بدون اینکه کسی به مرلین خبر بده اتفاق افتاد. در اون زمان اون خودش انقدر معروف بود که میتونست با پولی بیشتر از اونچه که هیو هفنر داشت پرداخت میکرد اکسا رو بخره و هر کاری که دوست داره باهاشون بکنه اما خب کسی به اون اطلاع نداد هفنر اکسا رو خرید و منتشرش کرد در عرض فقط دو هفته 80 درصد از هفتاد هزار کپی مجله فروخته شد جادوی بلند زیبا اثر خودش رو کرده بود اونا به سرعت باور نکردنی تونستن از پشت میز آشپزخونه منزل هفنر بیرون بیان و برای خودشون دفتر و کارمند بگیرن اون خیلی سریع معروف شد و حالا همه می دونستن که هیو هفنر کیه. کمی بعد پیشنهاد ساخت یه برنامه تلویزیونی رو بهش دادن و اینطوری بود که پلی بوی پنت هاوس متولد شد. برنامه هفنر تا حد زیادی برای زمان خودش جدید بود. توی این برنامه سلبریتی های مهم و بزرگترین خواننده ها و کمدین کشور شرکت میکردن. هیو اولین کسی بود که توی برنامهش از سلبریتی های سیاه پوستم دعوت کرد. موفقیت بزرگ این برنامه تلویزیونی باعث رشد شدید فروش مجله شد تا جایی که به رقم یک میلیون کپی در ماه رسید. خب اینجا بود که اون تصمیم گرفت تا زندگیشو کامل تغییر بده و بشه نمونه کامل یک پلی بوی. اون همسرش رو طلاق داد و امارتی در شیکاگو خرید و با سرعت باور نکردنی اون تبدیل کرد به قلب تپنده شهر. پارتیایی که در اون امارت برگزار می شد باور نکردنی بودن. مهمونا از معروفترین و ثروتمندترینا بودن همین پارتی ها در واقع شدن الهام بخش ایده کلاب های پلی بوی. همینجا بود که کاستوم بانی متولد شد لباسی که هم بدون تردید آیکانیکه و خب البته خیلی هم بحث برانگیز در کلاب های پلی بوی های زمان زنده برای مشتریاشون برنامه اجرا میکردن هر که برند بزرگتر میشد هفنر تلاش میکرد حداقل وانمود کنه که پلی فقط درباره عکسای نود نیست و بیشتر از این حرفاست. برای اثباتش هم سعی میکرد تا با مهمترین چهره ها مصاحبه کنه. کار از مصاحبه با هنرمنده و موزیسینا شروع شد و به چهره های سیاسی و مبارزات حقوق مدنی سیاه پوستان رسید. اون توی مجلش با افرادی مثل مارتین لوترکینگ و حتی مالکوم اکس مصاحبه کرد. اما خب در قرار نبود برای همیشه روی همین پاشنه به یک کمی بعد هفنر به جرم بی اخلاقی بازداشت شد. ظاهرا تصویری که این بار در مجله چاپ شده بود دیگه برای مقامات آمریکایی قابل قبول نبود این موضوع فشار خیلی زیادی رو روی هفنر و به تبع اون پلی بوی گذاشت هفنر البته کوتاه نیامد و در تمام طول مدت دادگاه به حق آزادی بیان خودش اصرار کرد و البته موفقم شد اون آزاد بود که بره اما این تازه آغاز سقوط پلی بوی بود جنبش حقوق زنان که این روزا داشت پا می گرفت و قوی تر می شد، شروع کرد به حمله به هفنر به خاطر استفاده ابزاری و تحقیر زنان. باید گفت که جنبش زنان واقعا ضربه مهلکی به تصویر این برند وارد کرد. کیو ناامیدانه دست و پا می زد و سعی می کرد تا از خودش و از کمپانیش دفاع کنه اما هر حرفی و هر حرکتی اوزار و فقط بدتر می کرد.

تو سال 74 بابی منشی شخصی هفنر و البته آدم بسیار مهمی که تقریبا در تمام مراحل رشد کمپانی همراه اونا بود به جرم معامله مواد مخدر بازداشت شد. واقعیت اینه که بابی کاری نکرده بود قاچاقچی واقعی دوست پسرش بود. این بخش گفته های خود هفنره. اون باور داره که FBI از عمد میخواسته به دروغ اونو متهم بکنه به رهبری یه عملیات بزرگ قاچاق مواد مخدر. اونا بابی رو تحت فشار گذاشته بودن تا هفنه رو لو بده بابی قبول نکرده اونو به 15 سال زندان محکومش کردن و بعد بابی از ناراحتی جون خودش رو گرفت اینکه این, این حرفها چقدر درست یا واقعیان قضاوتش باشه با شما واقعیت غیرقابل انکار یه رسوایی بزرگ بود که با جسد یک زن به اوج خودش رسیده بود در این نقطه هیو رسما روی خاکسترای پلی بای نشسته بود اون تصمیم گرفت کنار بکشه فرد دیگه ای رو برای مدیریت شرکت انتخاب کرد و خودش برای همیشه از شیکاگو رفت. اون یه امارت جدیدی در بورلی هیلز خرید و با یکی از خانمای پلی بوی ازدواج کرد و اما خب اوایل سالهای 2000 بود که دوباره به صحنه بازی برگشت. توی این روزا ریالیتی تیوی داشت تازه پا می گرفت و مجله پلی بوی اصلا نمی تونست به رقابت با اینترنت فکر کنه. به همین دلیل بود که هفنر ریالیتی تیوی خودش رو درست کرد که نسبتاً هم موفق بود. و بعدا با یکی دیگه از خانمای پلی بوی ازدواج کرد و تا 91 سالگی در همون امارت زندگی کرد. امارتی که به نظر میرسه هر روز یه داستان ترسناک جدیدی ازش بیرون میاد. هفنر در کنار مرلین منرو دفن شد. قبری که خودش سالهای سال پیش خریده بود. بعد از مرگ هفنر زنهای زیادی شروع کردن به صحبت کردن درباره اون اتفاقات ترسناکی که در اون امارت معروف براشون افتاده بوده ممنون که تا آخر تماشا کردین اگر این ویدیو رو دوست داشتین توصیه میکنم که حتما ویدیوی راز تاریک کوکاکولا رو هم تماشا کنید که به عنوان یکی از مهمترین برندهای دنیا اونم کلی ماجراهای جذاب و بلکم میشه گفت باور نکردنی داره تا ویدیوی بعد خدا نگهدار